آخرین آفتاب. امام مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری، آخرین امام شیعیان، در روز 15 شعبان سال 255 قمری چشم به جهان گشودند. ایشان همان مهدی موعود هستند که شیعیان سال هاست انتظار ظهورشان را می کشند. در آن زمان به علت پیشگویی ها درباره تولد و ظهور ایشان، حساسیت بالایی از جانب حاکمان وقت روی خانه امام حسن عسکری علیه السلام بود. بنا به گفته که برخی منابع، تولد ایشان به صورت پنهانی بود و جز چند نفر از یاران نزدیک امام حسن عسکری علیه السلام کسی ایشان را ندید. به همین دلیل پس از شهادت امام 11 برخی به تردید افتادند. بعدها توقیعات امام که عموماً خطاب به شیعیان نوشته می شد و توسط نواب خاص به اطلاع مردم می رسید، موجب تثبیت دوباره تشیع گردید. امام زمان 4 نائب خاص به نامهای عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح و علی ابن محمد داشتند که مجموعاً 69 سال وظیفه ارتباط مستقیم ایشان با شیعیان و دوستداران را به عهده داشتند. ایشان در واقع مسئولیت اداره شیعیان را با دستورات مستقیم و هدایت شخص امام را داشتند. به این دوران که امام زمان با واسطه افراد مشخص با شیعیان در ارتباط بودند، غیبت صغرا می گویند. پس از رحلت 4 نائب خاص، غیبت صغرا به پایان رسید و غیبت کبرا آغاز شد. در این مدت نیابت خاصه از جانب امام بسته است و تا روز ظهور چون این شخصی در میان شیعه نخواهد بود. این دوران تا کنون ادامه داشته و زمانی که خداوند متعال صلاح بدانند ادامه خواهد داشت. در کتاب انسان 250 ساله می خوانیم: وقتی به ما می گویند منتظر فرج باشید، فقط این نیست که منتظر فرج نهایی باشید، بلکه معنایش این است که هر بنبستی قابل گشوده شدن است. فرج یعنی این. فرج یعنی گشایش. مسلمان با درس انتظار فرج می آموزد و تعلیم می گیرد که هیچ بنبستی در زندگی بشر وجود ندارد که نشود آن را باز کرد و لازم باشد که انسان ناامید دست روی دست بگذارد و بنشیند و بگوید دیگر کاری نمی شود کرد. نه، وقتی در نهایت زندگی انسان در مقابله با این همه حرکت ظالمانه و ستمگرانه خورشید فرج ظهور خواهد کرد، پس در بنبست‌های جاری زندگی هم همین فرج متوقع و مورد انتظار است. این درس امید به همه انسان هاست. این درس انتظار واقعی به همه انسان هاست. لذا انتظار فرج را افضل اعمال دانستند. معلوم می شود انتظار یک عمل است، بی عملی نیست. نباید اشتباه کرد، خیال کرد که انتظار یعنی اینکه دست روی دست بگذاریم و منتظر بمانیم تا یک کاری بشود. انتظار یک عمل است، یک آماده سازی است، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یک نشاط و تحرک و پویایی است در همه زمینه ها. بر پایه معروف‌ترین روایات، امام زمان در منطقه‌ای به نام زیتووا ظهور می‌کند. سپس به همراه 313 یارشان به مکه رفته، به حجرالاسود تکیه می‌دهند و از آنجا با به اهتزاز درآوردن پرچمشان قیام خود را آغاز خواهند کرد. همچنین در زمان ظهور امام زمان، عیسی نبی که قبل از مصلوب شدن به آسمان ها عروج کرد، در کنار ایشان ظهور خواهند کرد و با آن بزرگوار بیعت می کنند. ایشان حکومتی جهانی به راه خواهند انداخت و جهان را از بی‌عدالتی و ظلم و ستمی که توسط جباران و سردمداران ظالم به وجود آمده نجات خواهند داد. به امید آن که بتوانیم در شکل گیری آن روز زیبا هرچند کم سهیم باشید.